این چیزه، اگه بازم بابات بیاد منو ببینه داستان درست نکنه یه وقت. نه اون دیگه تا یه مدت نمیاد، میاد بعد 2-3 ماه غیبش میزنه. مامانم به روش نمیاره، ولی به نظر من یه خونه دیگه داره. بده ببینم. مامان ببین، مامان از اولش هم بهتر شد. دوبله شده در استدیو هوب سیتی. ببین اگه من نمی اومدم مامانتم اینقدر قصه نمی خوردش. راستش به تو ربطی نداره، یعنی داره ولی نداره، چون تو مردی. از نظر بابام هم همه مردا به ما ولش کن، اون یه بیمار روحی روانیه. بریم سر درس. سلام علیکم آقایو. پسر توفا، دلت برای داشت فکری تایی شده؟ آره، اگه بدونی چقدر دلم تنگ شده. از دیشب یه حسی از درونم به هم میگه پس این کجاست؟ خود شیرینه نکنه، به جای منو بده ببینم. نمیشه داداش، بدهید خیلی زیاد شده، نمیتونم بدم. پسر، امروز روز حقوق از کار افتادگیه. وای. اون آلمانیایی زرنگم از پست بر نیمدن نوش جون. مگه شهر هرت پسر؟ اون همه رفتم تو غربت براشون کار کردم، ناقص شدم. وظیفه شونه بهم حقوق بدن. مگه نمیگفتی دنبالتن ببینن واقعا از کار افتاده شدی یا نه؟ تا میتونن خودشونو به در دیوار بزنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. کمرم هنوزم درد میکنه، وظیفه شونه حقوقمو بدن. زود باش پسر، به جای نرفه اینو پرش کن. یه نفس رفتی بالا؟ توفا، اینایی که سر میز من نشستن کیه پسر؟ آهان، اینا کارگرای این خونه پایینی هستن، رئیسشون اخراجشون کرده بوده. یه خیال پسر. سلام عرض شد آقایون، خوب هستی؟ دمت گرم داداش، ممنون. چی کار کردی؟ تونستین ازشون خسارت مسارت بگیرین؟ نه بابا، خسارت کدومه داداش؟ مگه شهر ارته که بهتون خسارت بده؟ توفان، خسارت آقایونو بزن به حساب من. جدی میگی فکری؟ نه بابا دیگه چی پسر، اون همه پولم کجا بود؟ توفان چی شد؟ توفان اون مرتی که یه عوضی فکری کو؟ نیستش داداش، 2-3 روزی میشه ندیدمش. خیر باشه، چی شده؟ فقط دستم بهش برسه، بیچارش میکنم. چرا چی شده؟ از رنگکاریش راضی نبودی؟ کدوم رنگکاری پسر جون؟ نصف نیمه رنگ کرده، چوبایی تو ساختمونم دزدیده برده. ای بابا، پناه بر خدا. خیلی خوب داداش، تو برو، اون حتما میاد. تا بیادش من بهت حتما خبر میدم. نه نمیرم، همینجا میمونم، 100% میاد. نه داداش تو چیز کن، منتظر نشو، کارش حساب کتاب نداره، معلوم نیست کی میاد. تو برو، من خودم هر وقت که اومد بهت خبر میدم. باشه باشه، ببین بهت حتما منتظر زنگ خبرم. باشه باشه، بسپرش به من، خیالت راحت. خیلی خوب رنگ کردی، کیف کردم. گفتن بازم بیا رنگ کن، پس که تو فکر قلموی نه؟ تو دیگه کی هست؟ فقط توفان چوبا خیلی فروش رفته. واسه خودت آبجو ریختی؟ نه بابا داشتم. به امثال تو نمیشه اعتماد کرد. یه لحظه صبر کن ببینم منظورت از این حرف دقیقاً چیه. نمیشه اعتماد کرد. برای چی اون وقت؟ چون امثال تو همه چی براشون حاضر آماده است، لازم نیست برای هیچ کاری تلاش کنن، برای همینم خیلی راحت از همه چی میگذره. جدی میگی؟ خیلی زخمی به نظر میاد. اصلاً هم اینطور نیست. به نظرت منو درست شناختی؟ شناختنت کار سختی نیست. تو مدرسه های خصوصی درس خوندی، زندگیت کاملا رو رواله، ظاهر خوبی هم داری، 100% بیکاری، هیچ شغلی نداری. ای خیال. آره، پس بیا یه بازی با هم بکنی. چه بازی؟ یه مسابقه سوال و جواب. من یه سری سوال ازت میپرسم، تو هم یا میگی نه یا میگی آره،
باشه؟ شروع میکنیم. من از نظر تو فقط یه پولدار بی‌مصرفم. آره. اون گل و ماشین لباس شویی خیلی عصبانیت کرد. آره. چرا؟ یه پولدار دیگه هم قبلا همچین کاری باهات کرده؟ برات گل و هدیه خریده و یهو فلنگو بست و رفت. بیشو. کجا پا شدی بری؟ یه سوال پرسیدم. یه باید بگی نه یا آره. نه. برای فهمیدن هدف آدمای سبکی مثل تو نیازی به تجربه نیست. آره. فکر میکنی زندگی آدمایی مثل من خیلی راحته؟ نه. راحت با پول بابامون زندگی میکنیم. ببین چه خوب خودتو میشناسی. کسی که زیر بار مصیبت روزگار له شده باشه به تو میاد. دقیقاً. ببین فیلیس، آدم نمیتونه خانواده‌ای که توش به دنیا میاد و عوض کنه، نه نوع بزرگ شدنشو. منم موافقم. درست مثل فیلم ها ما متعلق به دو تا دنیای متفاوتیم. بلنشیم؟ باش. بیرو منتظر باش من حساب کنم بیام. خب؟ ما داریم میریم، ماشین رو ردیف کن. حسن، ولش کن، من خودم هستم. چی کار میکنی؟ بس که فکر میکنی من یه بچه پولدار بیارم. خوش اومدی. تو اینجا کار میکنی؟ آره. واقعا جدی میگی؟ آره. ماشین دیروزیه چی؟ اون مال یکی از مشتری ها بود، گاهی باشون یه دوری میزنم. بیا، میخوام برسونمت خونه. ولی الان صاحب ماشین اون تازه اومده، حالا نمیره. بیا. بذار من اینو در بیارم. برای همین آوردمت اینجا. با هم گرون حساب نمی کنن. هرچی باشه کارمند خودشون. تو دیوونه ای؟ اینجا رستوران خیلی گرونیه. اگه می دونستم. اگه می دونستی چی؟ نمی اومدی؟ می اومدم، اما یه جای ارزون تر، نه اینجا. پس ظاهرن تو هم زیاد با ما فرق نداری. منم دارم از صبح تلاش میکنم همینو بهت بگم دیگه. پس ماشین لباسشویی چی؟ یکم از قبل پسنداز داشتم، با اون خریدم، زیاد مهم نیست. نه اصلا نمیتونم قبولش کنم، باید فوری بیای ببریش. درد منو دیگه دوا نمی کنه، غم با من زاده شد. چطور شد؟ بی خیال پسر. درست میبینم؟ به من که میرسه قبض برق، بعد حقوق از کار افتادگیم، دارو ندارم و میگیرم. فلس بابا چونه بر کی اینو خریده؟ بابا کی اومدی خونه؟ دختر فعلا با چیم منه بذار واسه بعد. بگو ببینم کی اینو خریده؟
زندگی بعضی آدم ها چقدر قشنگه. ها؟ ها؟ داشتم مجله میخوندم. شت حکمت، خسته نباشی نصر خانم. مرسی رحمت، همچنین. اگه کار تموم شده بریم. اینا رو جا به جا کنم بریم. میخوای کمکت کنم تموم شه؟ باشه، تو کارتونا رو ببر، من اینا رو میبرم. حکمت، خودم درستش میکنم، شما بریم. نه، ما 2 دقیقه ردیفش میکنیم. باشه، مرسی. بس که تو دلم گفتم دوست دارم خسته شدم، هی از دست تو حکمت، هی. خیر باشه، چی کار میکنی؟ دفتر تو برداشتم که زود بریم دیگه. من گفتم کارتونا رو ببر، تو به دفترم چی کار داری؟ نه پسر، کاری به دفترت ندارم، برداشتم که یادت نره. چی شد داداش؟ زود باش بریم. شب بخیر. شب بخیر. نکنه تو عاشق اسرا خانومی؟ دفترتو دیدم پسر، اون شوهر داره، دیوونه شدی؟ شوهرشو دوست نداره، ازش متنفره، مردی که خیلی باش بد رفتاری میکنه. شوهرشو خوب میشناسم، دمار از روزگاره در میاره. من اسرا رو دوست دارم. چیو دوست داری؟ اینو اون خریده، نه؟ خرد کرده خبر نداری آقا پسر، چون یه تیشرت خریده و دوبار بهت خندیده عاشقش شدی. آره؟ اون خریده، آره خودش خریده، منم خریدم، سیدی خریدم، گل خریدم، چیزایی خریدم که با هم دوست داشته باشیم گوش کنیم، ولی تو چه میفهمی؟ پسر منو ببین، اسرا هم بهت گفته دوست داره؟ آره؟ بهت گفته یا نگفته؟ نگفته داداشون، نه نگفته. منم نگفتم، نتونستم بگم، فکر کردی گفتنش آسونه؟ نتونستم اسرا رو از دست اون مردک نجات بدم. میدونی یعنی چی که هر روز تو چشمش نگاه کنی و هیچ کاری نتونی بکنی؟ اگه پیشنهادی داری بگو. دوبله شده در استودیو هوب سیتی. لازم نبود تا اینجا بیای، برام حرف در میارن. خب دیگه کی هم دیگه رو ببینیم؟ تو کی هستی مرتی که کی هستی؟ با دختر من چی کار داری عوضی؟ بابا آروم باش، باریش از همکارامه، منو رسوند خونه. من رفتم، شبتون بخیر. شب بخیر. واسه ببینم، سب کن، بیا اینجا، بیا بیا. تو باریشی دیگه نه؟ بله، همون باریشی که ماشین لباسشی خریده. بله. تو را چه به این که واسه خونه من وسیله بخری؟ بابا من رو ببین پسر، ماشین لباسشی چیز یه خونه است، محرمشه. تو نمیتونی وسیله رو که لباسه یه من رو میشونه بخری. بابا خواهش میکنم، قسطی پولشو میدیم. به پولت میناسی مرتی که؟ میخوای با پولت دختر منو با این کارا گول بزنی؟ چی خیال کردی؟ وای باریش، زود باش، برو زود باش. هیچ جا نمیرم تا مطمئن نشم فیلیز در امانه. هیچ جا نمیرم. مرتی که یه عوضی، تو کی هستی که بخوای به فکر امنیت دختر من باشی؟ تو کی هستی؟ بابا بیش وای داداش فکری. ببین چی کار میکنی داداش، حالت خوبه؟ حالا خوبی آقا فکرشون؟ خوبم. بیا بلندت کنم، بیا. خوبم بابا چو، خوبم. حالت خوبه؟ میگم حالم خوبه، ولم کنی. مطمئنی حالت خوبه؟ بابا طوریم نیست، خوردم زمین دیگه.
حالت خوبه؟ خوبه. برو گورتو گم کن مردی که یافه شو گم شو. درسته که ما فقیر و بیچاره ایم، ولی خدا رو شاک هم غرور داریم هم ناموس. داد نزن. داد نمیزنم که. ملت دارن این فیلم سینمایی تماشامون میکنن. چش باز. برید ببینم. باریش لطفاً برو، وضعشون رو نمیبینی؟ باز شروع کرد. یا لباس شویی یا من. اگه تو وقتی برمیکردم اون لباس شویی از این خونه نرفته باشه بیرون، آتیشش میزنم. بل کنی چی داری میگی داداش؟ بابا چرا این بچه ها رو انگار رو رده کارت؟ آخه چرا لباس رو یه دست گلو بندازی دور؟ هی بابا برین خونه هاتون، فیلم تموم شد، برین. با شما زود باشی. باز حتما یه زهر ماری خورده. بریم 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 دخترم. میدونی فیلیز منو بزرگ کرد. تو هم که به دنیا اومدی نگهداری ازت به عهده من بود. سعی کردم مثل نزدیکترین دوستت، چه میدونم مثل داداشت، مثل بابات باشم. هیچ وقت اینطوری ندیده بودمت. میفهمم عاشق شدی، چیز عجیبی نیست. پیش میاد که آدم تو این سن عاشق بزرگتر از خودش بشه. اما اون شوهر داره. خودم میدونم که زن شوهر داره، اونم با یه لات بی سر و پاس. آها درست زدی تو خال، یه لات بی سر و پاس. اگه فردا نیتتو بفهمه بگه تو به ناموس من نظر داشتی بزنه بکشتت، باید چی کار بکنیم؟ من به ناموسش نظر ندارم، دوستش دارم. به ناموس هیچ کس نظر ندارم، فقط دوستش دارم. همین دوستش دارم. ای کار رخل، بیا اینجا ببینم داداش خوبم. ببین ما به جز خودمون کسی رو نداریم، میدونی یا نه؟ معلومه که میدونی. ها پس مواظب باش. الو فیلیس، خوبی؟ آره خوبم. خیلی نگرانت بودم. نه لازم نیست نگران باشی، کلیدات افتاده بود جلوی در، صبح بیا بگیر. اگه بیام اونجا شاید برای تو بد بشه، میخوای یه جای دیگه قرار؟ نه نه حتما بیا اینجا. باشه خدافظ. چی کار میکنی فیلیس؟ بیاین اینو جمعش کنی. چرا؟ سوال نپرسین، بیاین. خیلی خوب، ولش کن، سنگینه. تو برو کنار آبجی. بگی نگهش دار. گرفتم. بکش. یواش. تو ولش کن، تو ولش کن. سنگینه فیلیس، تو برو کنار، برو کنار. بیدار شدی تو؟ بیدار شدم. آفرین به تو. بیا ببینم، بریم دست صورتتو بشوریم.
نصف پاکونو بده به من. من پاکون ندارم. مگه پاکون بچهای کلاسو نگرفته بودی؟ چی شد؟ تموم شد؟ امروز صبح کاری یا چی؟ نه، عصر باید برم. لباس عوض کردی؟ فکر کردم صبح کاری. نه، شما که بیاین میرم. صبح بخیر آبچی. من دارم میرم. صبر کن بیام. پاشین. پاشو دختر، زود باش. پاشو. زود باشین بچه‌ها، زود باشین. گیلاس بازم که هیچی نخوردی. سیر شدم آبچی. سیر شدم یعنی چی؟ صبر کن. اینجا خونه فکریه؟ بله، بفرمایید. صداش کنید بیاد ببینه. بابام خونه نیست، به من بگید. آه، بفرمایید. برین کنار ببینم. کجا سرت می‌ذاری؟ پای تو. نمیتونی بری تو خونمون آقا. فکری، قایم نشو، بیا بیرون. فکری، بیا بیرون. آقا چرا داد میزنی؟ وقتی بابام اومد خبر میدیم حرف میزنی. فیلیس، باز چه غلطی کرده اون بابات؟ نمیدونم عایشه خانم، تو برو تو. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ به تو ربطی نداره. دنبال بابام میگرده. برای ساختمون کوچه پایینی دنبال نقاش بوده. پولشو جلو جلو بهش دادم. گفت دو روزه کارو تموم میکنم. نگو داره دروغ میگه مردی که. بره نشونت میدم. حتما قهوه خونه است، یه سر به اونجا. دو روزه پاشو نذاشته اونجا. شاید رفته پارک. کیس، حرف نزن دیگه. پارک؟ لطفا آروم باشین. یه چند دقیقه تشریف بیارید، من باهاتون صحبت کنم. عایشه خانم شما برو تو، اینجا هیچ خبری نیست. برو تو. ای بابا. این دیگه کیه؟ چی بگم آخه؟ هر وقت مشکلی پیش اومد بیا پیش خودم باشه؟ این بچه ها گناه دارن. دست درد نکنه پسر، خیلی مردی. مرسی، سلامت باشی. خدا به همراهت. باباتون چوبای مردم رو فروخته. اینو نگاش کن، جلوی خونه خودم به هم میگه دوست. باعث شده این بیچاره به درد سر بیفته. آه، پس کجا میدونی؟ شاید دارن بهش تهمت میزنن. تو کارهایی که به تو ربطی نداره دخالت نکن. من فقط میخوام کمکتون کنم. برو بابا، کی از تو خواست کمکمون کنی؟ بس کن رحمت، برین مدرسه ببینم. بجنبین. آفرین پسرم، آفرین. الحق که پسر خودمه، بگی یه فس بزنش. برو گیلاس. یه بریم فکرم. را بیافتین برین سر درس و مشقتون. تو همینو بردار ببر. چی؟ مگه نگفتی بیام کلیدامو بگیرم؟ آها، بگیر. این یعنی چی؟ الان به خاطر لباسشویی اینجوری نه، کاری به لباسشویی ندارم. نمیبینی؟ من برای خودم زندگی ندارم. تو این دو روز چند بار آبروم رفت؟ نه، ما با هم به جایی نمیرسیم. اینو بردار ببر. خیلی خوب، میبرم. ممنون. خواهش. حسن کردی؟ مال تو؟ مال خودمه، میخوام. معلومه که میخوام. پول داری؟ دارم. چقدر میدی؟ 2300. دوپله شده در استودیو هوپ سیتی.
این چه وضعشه؟ این چیه؟ نمیشه. اینم که کثیفه، اینم که هیچی. چرا لباسای کثیف منو نمیشوری؟ نمیگین بابایت بدبختمون چی بپوشه؟ بابا بازم بابا گفتنا شروع شد. چیه؟ امشب جایی نمون، فردا صبح باهات کار دارم. فیلیس منو با مدرسه و مدیر ناظم در ننداز، خودت یه کارش بکن دیگه. مدرسه و مدیر باشه یه روز دیگه، فردا روز حقوقه. تو رو خدا 25 شد؟ آره. اگه این که روز حقوق باشه که یاد من بیافتی. فردا حقوقتو با هم میگیرم. چرا؟ من خودم تنهایی نمیتونم برم بگیرم؟ 3 ماه پول آبو ندادیم، آبو قطع میکنن. همینو بگو، چشمتون به حقوق منه. این گرگ گرسته کمین کردین، منتظرین پول منو ازم بگیرین. یک کلمه نمیگین بابامون پول لازم داره یا نه. شما جونم ازم گرفتین، بیچارم کردین. منو ببین، بدهی اون مرده رو دادی یا نه؟ اسمش چی بود؟ همون خیری. چی؟ اوف نه بابا، اینم از این. نه خیلی، بدهی میدهی ندارم. اونه که به من بدهی داره، این سگ براش کار کردم، حقوقمو نصف نیمه بهم داد. گوش کن، فردا منو نکاریا، باید برای فکرت لباس مدرسه بخرم. گیلاسم میخواد بره دندون پزشکی، فردا حقوقتو با هم میگیری. شنیدی؟ آره شنیدم، چرکه نیستمه. اگه راست میگی برو لباسمو بشور، هیچی ندارم بپوشم. من رفتم، دیرم شد. خواهر جون چای رو دم کردم. باشه آفر. این حکمت کجا موند؟ یعنی یه نون خریدن اینقدر طول میکشه؟ حتما عاصم دستشو بند کرد. من بودو بودو میرم ببینم داداشم کجاست. نه نمیخواد. گیلاس وا. حکمت داری چی کار میکنی؟ خونه منتظره، تنزود باش برو. اینا رو جا به جا میکنم، آقا قاسم که اومد میره. خودم جا به جا میکنم، تو برو. نه مشکلی نیست اسرا خانم. بیا اینا رو ببر واسه صبونه تا داغه بخوریم. چرا نمیگیری؟ بگیر دیگه حکمت. باشه پس من میرم. برو. چی کار میکنی گیلاس ها؟ های داداشون نکنم، خواهش میکنم برم. واسه من دوست شدی؟ یه مشتری روزنامه رو پس آورده میگه کوپنش نیست. خیلی دوست دارم ببینم کی کوپنش رو دزدیده. باشه داداش ولم کن. ول کردم، به فلیس میگم پدرتو در بیاره. من دوست نیستم. چرا بی خودی تهمت میزنی بهم؟ تازه من روزنامه ندزدیدم که، فقط کوپنش رو برداشتم همین. نه بابا، خیلی ها به خاطر همین روزنامه میخرم میبرم میبینن کوپنشون یکی دیگه برداشته. من فکر اینجاشو نکرده بودم. آره معلومه نکرده بودی، بهت گفته باشم این کارتو به فیلیس میگم. غلط کردم داداش، به فیلیس چی نگو، دیگه هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. چی کار کنم؟ میخواستم کوپنای روزنامه رو بردارم که برای مدرسه تبلیغ بخرم. خیلی خب، بعدم به خدمتت میرسم. آقا قاسم اگه شما هستیم من دیگه برم. تازه کار شروع شده، کجا میخوای بری؟ ساعت کاریم شروع نشده بود، اومده بودم نون بخرم، میخوام برم خونه برگردم. خیلی خب برو، زیاد دیر نکنی یا بیرون کار دارم. چشم آقا را بیرون. فکرت در باز کن عزیزم، صبونت رو بخور دیگه. کجا موندین؟ مردیم از گرسنگی. بیا بگی. گیلاس اینا رو ببر آشپزخونه. بگیر از فیلیس. چطوره بازم تو این مسابقه شرکت کنیم؟ شانسمون کجا بود؟ چند بار شرکت کردیم دیگه. وای داشت شکل اولیه خونه رو نشون میده، دست دستم رفته. بیا بشین الان بازم نشون میده. دادا میخواد آشپزخونه رو خراب کنه دوباره بسیز. وای دفعه پیشی آشپزخونه درست کردن با کابینت سفید، کنارش هم سفالای کوچیک گذاشتن. اگه بدونی چقدر قشنگ شد. های
یه چای واسه خودم می‌ریزم. رحمت کجاست؟ رفته به یکی از همکلاسی‌هاش درس بده. مربا هم بخور پسرم، همه رو با دسته خودم درست کردم. بیا. خیلی ممنون. وای یادم رفت پرتقالتون رو بیارم. برم بیارم. مجده، یه وقت بابات نیاد بدبخت بشیم. نه بهت که گفتم از ترس پلیس دیگه پاشو نمیذاره اینجا. خیالت راحت باشه. فکری مواظب حرف زدنت باش مردک. اگه دروغ میگم یه پلافین دیگه. لباس ندارین تنتون کنین اون وقت شبانه روز دارین تو مسابقه قمار میکنین. چیه پسر؟ بیا ببینم حرف حساب چیه. ولش کنیم بذار بیا ببینم چی میگه. بیا پسر بیا بیا. چی خیال کردی با این قیافه؟ فکر کردی ازت میترسم؟ یه لحظه واسه ببینم یه جلو بیا ببینم. فکری دستت درد نکن آقا شیر. گوش کن به اون پسر بی سر و پا بگو از دخترم فاصله بگیره، وگرنه دخل هر جفتتون رو میارم. فهمیدی؟ بیا داداش پاشو پاشو. حالت خوبه؟ ولم کن بابا. روزه تعطیلم دست از سر آدم بر نمیدارن که چی آخه؟ مشتری دائمی که چی بشه؟ خانمه گفته شما بیا. خب منم خسته میشم. میشه یکم حرف بزنیم جلوی خونتون؟ فعلا خدافظ عزیزم. خدا یه تیکه بوریک واسم نگه داری. باشه. دستت بشکنه. باره که نبیمینم بی هوا میزنی. این دفعه اون چنان با کله بیام تو صورتت که حالت جا بیاد. دماغم اون شکست. ببین چه خونی ازش میاد. دستش بشکنه بی پدر. اه طولایی گوشیش جا گذاشته. بده من میرم میدم بهش. فلیس تو بشین من میرم. باش نه بیاسا ببینم چی شده. من یه پا دکترم. طولایی گوشیت جا گذاشته. پس نداره. بده ببینم. بابا تو تیشرت منو پوشیدی؟ آره تیشرت تو رو پوشیدم. میخوای چیکار کنی؟ از سرم در بیاری؟ چرا عصبانی میشی همینجوری؟ همینجوری پرسیدی؟ به جای اینکه بگی بابا دماغ چی شده؟ نگران لباستی؟ فکری چیکار میکنی؟ چی شده؟ حکمت منو ببین پسر. از دختر اون مردی که فاصله میگیری. اگه یه بار دیگه ببینم از این غلطا کردی میزنم جمع رو از روزگارت در میارم. معلومه چی کار میکنی؟ چرا بچه رو میزنی؟ ها کجا سر کلت پیدا شد مردی که بیامه چیز؟ چی میخوای؟ چرا اینه نگه بانشم و روزنه بدار خونه ایمنی؟ تو نزدم یه بلای سرت بیارم گم شما رو. تو دیگه چه آدمی هستی؟ ببین پسرتو چی کار کرد؟ خواهش خواهش میکنه. به تو چه مردی که بچه بچه خودمه؟ دیرم بخواد بزنم میزنم. به تو چه ربطی داره؟ باشه ولش کن آقا بارش. خواهش میکنم تو رو خدا برو. برو گم شو مردک گم شو. ببینم ات حکمت لازم نکرد اینقدر لوسش کنی. آخه تو چی میخوای از جون این بچه؟ یه نگاه بهم بنداز ببین چه جوری شده. بس کن دیگه. چی میخوای از جون این بچه؟ دماغم شکسته ولی صدام در نمیاد. انگار نه انگار. باشو داداش جون. بچه همین روز است که یتیم بشین. یتیم که شدین حالتون جا میاد. سر تو بالا نگه دار حکمت. سی ساده بودو برو یه دستمال بیار زود باش. تو هم یه کیسه یخ بیار زود باش دختر. باشه بودو. الان میارم. خیلی درد گرفت.
داداش خیلی درد گره. بس کنین دیگه، مگه من بچه‌ام؟ وایسا کجا داری میری؟ میخواستم یخ بذارم. وایسا بس کن دیگه، اینجوری نگام نکن. ای بابا. بابا خوبی؟ آره آره خوبم. برو یه لباس تمیز برام بیار بپوشم برم. آخه آبجی همه لباس رو انداخته تو ماشین. غلط اضافه کرده، حالا من چی بپوشم؟ یه روز تعطیل داریم، اونم جن زدن بهش. چی کار میکنی؟ مثلا داری درست میکنی؟ به همین خیال باش. مرتی که اینجا کوچه هست، کجا میره با این سرعت؟ مرتی که یه عوضی دونمیاد. توفان یا به جای خونک بهم بده ببینم. به جام زود باش. ای خدا، دماغم خون میاد. نه خوبه، طوریش نیست. مرتیکه یه عوضی، بابا کی هستی که میخوای به فکر امنیت دختر من باشی؟ تو کی باشی؟ ای بابا چی کار میکنی داداش؟ حالت خوبه؟ پاشو پاشو. خوبم خوبم. خوبی آقا فکری؟ الو سلام فیلیس، خوبی؟ خوبم. چیزی شده؟ چرا زنگ زدی؟ نگرانت شدم، گفتم ببینم بعد از اینکه من رفتم بابات آروم شد یا نه. آره بابا مشکلی نبود، طوری نیست، نگران نباش. خوبه. یه سوالی دارم، چه جوری از پسشون برمیای؟ بابات، خواهر برادرات، کار خونه؟ چه میدونم، یه جوری میگذرونم دیگه. گاهی وقتا میگم چقدر خوب میشد بابام یه هوی غیبش بزنه بره. باید قطع کنم. باشه برو، بعدم با حرف میزنم. دفتر ریاضیمو پیدا نمی کنم. ها؟ دفتر ریاضیمو میگم پیداش نمی کنم. اونها اون بالاست، من که اونجا گشته بودم. فکرت ولش کن، دستتو میبری. این چه کاری آخه؟ لباستو بتکن. بجنبی پاشیم بریم بخوابیم. بچه خوب، آقا رحمت هم تشریف آوردن. داشتم تدریس میکردم بابا. آها، تا این وقت شب.
یک کم هم با دوستام رفتم بیرون، اشکالش چیه؟ خیلی خوب پاشی. حکمت چی شده پسر؟ کی کتکت زده؟ حکمت یکی زدت، زود باش بگو. حکمت کار کیه؟ بابا زده. بابا زده؟ کدوم پدری با بچه‌ش همچین کاری میکنه؟ هیچ پدری. پاشین بریم بخوابین بچه ها. توفا وردار اینو پرش کن داداش فکری. بس دیگه، چقدر میخوری؟ میخوام یکم دیگه ببندم ها. چقدر حرف میزنی؟ میگم پرش کن یعنی پرش کن دیگه پسر. این آخریشه ها. باشه قبوله، چشم، من عاشق همون آخریشم. دوبله شده در استدیو هوب سیتی. این آخری یه مزه دیگه داره.